فرهاد ببخشید فرهاد، واقعا منتظرت گذاشی، شرمنده. فرهاد یه جوری کل برنامه رو این پشت بود. خوبه دیگه، برای من خوب شد، بهتر شد. آقا من میخوام پیرو این حرفای علیرضا جان خب یه صحبت کوچولی با دوستان داشته باشم درباره اخلاق. خب من میخوام فقط دو سه تا سوال سریع از شما بپرسم و شما سریع آره یا نه بگید. خب فرض کنید من یه آدمی تنها هستم، توی اتاق خودم تنها زندگی میکنم، آیا این که من شب موقع خواب پتو خودم بکشم اخلاقیه یا نه؟ آره شب موقع خوابیدن پتوی خودم بکشم اخلاقیه یا نه؟ اگه هوا گرم باشی رو خودت بکشی غیر اخلاقیه، اما اگه هوا سرد باشی بکشی اخلاقیه. خب اگه موقعی که میام تو اتاقم کفشم و اون گوشه درفت بکنم اخلاقیه یا نه؟ من نه این سوال اینا نه اخلاقی نه غیر اخلاقیه. به چی میخواییم برسید؟ احسن ببینید بابک حرف درست بزد. ببینید بابک حرف درست بزد. ببینید ما اشتباهی که میکنیم همیشه اون تعریف اخلاق رو درست متوجه نمیشیم و میایم یه حالت استقرایی میدیم به کل موضوعات روزمره خودمون که آیا این اخلاقیه یا نه. همین آقای علیرضا هم که اومده بود درباره این سگ‌های خانگی و اینا کلی صحبت میکرد، موضوعش این بود که آیا اهلی کردن حیوانات اخلاقی بوده یا نه. آیا این اصلا کنسپت اخلاق میگنجه؟ آها آها، یعنی میگی بعضی چیزا نه اخلاقیه نه غیر اخلاقیه، اصلا تو کانسپتش نمیگنجه. درست درست، به خاطر همینه که ما وقتی تعریف یه سری مسائل رو خوب نمیدونیم توی این مزاحمه. فرهاد جان بستگی داره، بعضیا اخلاقی بودن یک چیز رو اینطوری تعریف میکنن، میگن که بستگی داره که اخلاقی بودن رو چجوری تعریف بکنین. اگه منظورتون از اخلاقی این هست که غیر اخلاقی نیست، اون وقت برای همه چی میتونیم بگیم اخلاقی یا غیر اخلاقی. ولی اگه نه. تعریف خودت چیه فرهاد جان؟ تعریفت از اخلاقی به غیر اخلاقی چیه؟ اخلاق یعنی چی؟ وقتی انسان اومده یک جامعه ای برای خودش درست کرده، برای اینکه توی اون جامعه به اون بهزیستی برسه یه سری قواعدی بین انسانی گذاشته. ببینید وقتی ما بحث اخلاق میکنیم میرسیم به یک نکته‌ای که روابط بین انسان‌ها، درسته؟ پس ما این کانسپت اخلاق رو وقتی داریم که به روابط بین انسانی میخوایم اشاره بکنیم. خب وقتی یک نفر داره ما درسته پس فرهاد جان، پس وقتی یک نفر از ما داره میپرسه که آیا این اخلاقیه یا غیر اخلاقیه، به عبارت دیگه داره از ما این سوالو میکنه که آیا بر اساس تعریفی که شما دارید از اخلاقیات، خب این اخلاقی حساب میشه یا نمیشه. خب برای همین وقتی یکی از این من سوالو میکنه، چون من یه کاربردگرا هستم، میام سوالو تو ذهنم به طور اتوماتیک سوال اینجوری عوض میشه. وقتی یکی از من میپرسه آیا این اخلاقی غیر اخلاقیه، مغز من اینو ترجمه میکنه به این آیا این باعث افزایش بهزیستی میشه یا باعث کاهش بهزیستی میشه. چون به عنوان یک کاربردگرا من سوالا این شکلی میشنوم وقتی یک کسی از من اینو میپرسه. پس ببینید اخلاق هم یکی از اون مفاهیم انسانیه که فازیه دیگه، نمیشه صفر و یک دربارش فکر کرد. درسته ولی قراردادهای اجتماعی معنی خیلی موقع های کسی وقتی که بعضیا میان میگن آ این قرارداد اجتماعی، نمیگم تو داری اینو میگی، نتیجه که میگیرن اینه که خب پس این بی اهمیته. خب در صورتی که درسته یه سری چیزایی به طور ذاتی تو طبیعت وجود نداره و قرارداد اجتماعیه، ولی قرارداد اجتماعی بسیار مفیدیه. میدونم چه یعنی قرارداد اجتماعی. بعضی از چیزها درست ذاتی نیستن، تو طبیعت هم نیستن و قرارداد اجتماعی هستن، و خب قرارداد اجتماعی هستن که وجود داره. خب من اگه بگم اگه بخوام یه چیزی رو دست کم بگیریم بخاطر اینکه قرارداد اجتماعیه، خب پس خونه تو بده به من. چون که اینکه خونه تو صاحب این خونه هستی قرارداد اجتماعیه که تو صاحبشی من صاحبش نیستم. من میتونم مالک همه امیالت بشم. البته نمیگم تو اینا ادعا کردی، ولی من میگم اهمیت قرارداد اجتماعی رو ما باید براش باید اهمیت قائل بشیم. خب من همین رو گفتم. ببینید اصلا ما وقتی میخوایم
به بحث اخلاق بپردازیم داریم در رابطه با انسان‌ها صحبت می‌کنیم، انسان‌ها و روابط اجتماعیشون. اگه ما بیایم خیلی از مسائل دیگر رو که اصلاً در رابطه با ارتباط انسان بین انسان نیست اونجا یه سنجش اخلاقی بذاریم، آیا این کار ما مفید هست، عاقلانه هست یا نه؟ بله مفید هست. درسته که این قرارداد بین انسان ها هست ولی میتونه غیر انسان ها رو هم در بر بگیره. چرا؟ چون انسان برای غیر انسان ارزش قائله. خب چون انسان برای غیر انسان ارزش قائله، ما تو قراردادهای انسانیمون با اینکه بین انسانیمون میتونیم غیر، با اینکه بین انسانیه میتونیم غیر انسان هم در بر بگیره. خب چون ما درباره بهزیستی خودمون صحبت داریم، درباره بهزیستی انسان صحبت میکنیم، ولی انسان ها میل نشون قابلیت اینو دارن که ارزش قائل بشن برای بهزیستی حیواناتی که انسان نیستن. چون ما این قابلیت رو داریم و براش ارزش قائلیم، با اینکه این قرارداد کاملا انسانی هست، دوست داریم که اونا رو بهزیستی اونا رو هم در نظر بگیریم. بله من متوجه حرف شما هستم. خب ولی این سوال که آیا اهلی کردن حیوانات اخلاقی بوده یا نبوده، شما اینو چطوری تفسیر میکنید؟ من اینو تفسیر میکنم به این شکل که ما اگه تعریفمون از اخلاقیات بهزیستیه، هر موجودی هست که قابلیت زجر و خوشحالی رو داره، خب باید انسان ها رو، حیواناتی که انسان هستن رو در نظر بگیریم، ولی حیواناتی که انسان نیستن هم باید بر اساس این معیار، بر اساس این تعریف اخلاقیات، باید حیواناتی که انسان نیستن هم در نظر بگیریم. و حتی اگر در یک روزی بتونیم هوش مصنوعی را تولید بکنیم که قابلیت زجر و خوشحالی داره، باید اونا رو هم باید در نظر بگیریم. اوکی. بر اساس این تعریف از اخلاقیات. یعنی خب شما میتونید اخلاقیات رو یه جوری دیگه تعریف بکنید که میتونیم بیان بگیم که فقط درباره بهزیستی انسان بشه. اون تعریف شما از اخلاقیات اون وقت فرق خواهد داشت با اون چیزی که من تعریف میکنم از اینکه چی اخلاقی و چی غیر اخلاقی است. ولی من فکر میکنم تعریفی که من دارم ارائه میکنم برتره، برای اینکه انسان میل به اینو داره که زجر رو به طور کلی کاهش بده، نه فقط بین انسان ها. بابک جان من اینجا اجازه دادم یه اصلاحی بکنم، به جای برتر از پیشرفته تر و کامل تر استفاده کنیم. خب پیشرفت چرا؟ کامل تر نه برتر. من برتر ما یه سری ببینید شما وقتی کلمه برتر رو میارید، خب انگار یه مقایسه اخلاقی دارید میکنید، خب ولی مقایسه ارزشی دارید میکنید. ولی وقتی از کلمه پیشرفته تر یا مثلا کامل تر استفاده می کنید، یعنی که ما این اخلاقی رو که فقط بین انسان ها بوده اینو بیشتر توسعه دادیم و یکم مجموعه خودمون رو گسترده تر کردیم. ولی من فکر می کنم واقعا روش که من دارم استفاده می کنم واقعا برتره. نمیدونم چرا نگه بعد خب ببینید خیلی مثلا از این کلمات بزرگتره پس بهتره فلان اینا دیدی که من نمیگم بزرگتره پس برتره، من میگم واقعا برتره. من میگم برتر. من فرق پیشرفته تر از برتر اینجا چیه؟ ما میتونیم پیشرفت خودش برتر رو توش داره. خب چون پیشرفت دو تا چیز توش داره، هم تغییر به اضافه برتری. خب یعنی تغییر در جهت برتری میشه پیشرفت، تغییر در جهت عکس برتری میشه پسرفت. برای این وقت ما بگیم پیشرفت، خود برتری رو داره یه جوری در تعریف خودش داره. آره ولی خب بهتر، یعنی من به نظرم اینه که اون کلمه بهتر بود. من فکر کنم برتری چون خیلی استفاده شده توی، شاید ممکنه تجربه‌ای که داریم از کلمه برتر تو نژادپرستی و
اینا ممکنه باعث از کلمه برتر حساس به این دلیل حساسیت بشه. کانسپتش یه کمی فرق میکنه این کلمه. ولی من نمیدونم، من دوست دارم بگم روش من آخه واقعا برتره، چیکارش کنم؟ حالا برای اینکه یه زنگ تفریحی بشه برای بچه ها، من یه خیلی کوتاه به یه موضوعی اشاره کنم که ماه پیش توی خود ترکیه خیلی ترند بود و خداحافظی کنم که بچه هم برن کوتاه لطفا. بابک داره کلی دلش میخواست. آره ببینید، چون شما هم گفتید که اخبار ترکیه هم دوست دارید داشته باشید، یه خواننده خیلی معروفی داره ترکیه به اسم سزن آکسو که معروفه به مادر موسیقی پاپ ترکیه، از دهه 90 واقعا فعال، خیلی هم طرفدار داره. این تو 2017 یه ترانه‌ای داشت درباره آدم و حوا بود و داستان اخراج شدنشون از بهشت، چه خیلی هم جالب بود. بعد همین سال نو میلادی امسال این ترانه دوباره ترند شد و اردوغان رفت توی مسجد جمعه شروع کرد به ناسزا گفتن به سزن آکسو و اینکه ما زبون همچین آدمایی رو که به مقدسات ما توهین میکنن قطع میکنیم، یعنی با این خشونت صحبت از قطع کردن زبون یه هنرمند کرد و طرفداراش هم اومدن توی توییتر و اینور اونور خیلی داد و بیداد کردن که آی به مقدسات ما توهین شده، که خوشبختانه از جامعه آتئیستی ترکیه جواب خودشون رو گرفتن و خوشبختانه چون دولت ترکیه یه قانون اساسی لایک داره، اردوغان هم نتونست اقدامی بر علیه سزن آکسو بکنه. نکته خوبی بود. اوکی ممنون از این فرهاد جان. ما باید من باید هنر هفته رو امروز باورم نمیشه من به 100 لایک رسیدیم. شما فکر ما خیلی اشاره نکردیم به لایک کردن ولی به 100 لایک رسیدیم، برای همین من باید هنر هفته رو آماده میکردم. خب من هنر ممنون فرهاد جان، من این هنر هفته رو امروز میارم. ممنون فرهاد جان فعلا. چه جالب، اصلا فکر نمیکردم برسیم به 100 تا امروز، چون معمولا موقعی به 100 تا میرسیم که خیلی اشاره کنیم که لایک بکنید. ممنون. نه مثل اینکه اون قسمتی که مثل اینکه تو اون قسمتی که در مورد اون قضیه ایتیستا بین خانوم ها و آقایون ما صحبت کردیم، بحثی خود داغ شد، فکر کنم اونجا لایک های خود رفت بالا و کمک کرد بچه ها دستشون در نکنه دوباره. ممنون از همه. صاحب آره.